سلام، من محمد جمشیدی هستم و امروز میخوایم با هم بریم که رومخترین چیزها برای کسایی که مکعب روبیک کار میکنند رو ببینیم. اگر شما روبیک کار میکنید بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو ببینید. اگر هم روبیک کار نمیکنید ببینید این ویدیو رو، چون ویدیو باحالیه. کلا ویدیو رو ببینید و یادتون نره که دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام من که این زیر قرار میدم رو هم فالو کنید. حالا بریم سراغ این ویدیو. برای بعضی اسکرامبل ها واقعا کراسش خیلی سخته و حالت هایی هست که نمیشه به این راحتی کراسش رو پیش بینی کرد و واقعا اون حالت خیلی بده. و همینطور این حالت که برای من چند بار تا حالا پیش اومده که وقتی که داری حل میکنی یه حروبی گیر میکنه و دیگه تکون نمیخوره و مخصوصا وقتی که داشتی خیلی خوب حل میکردی و این حالت برات پیش میاد دیگه واقعا بده. این حالتی هم که روبیک از دستت میفته وقتی که داری حل میکنی خیلی بده، مخصوصا وقتی که حل خیلی خوبی انجام داده بودی و روبیک از دستت در میره. حالا وقتی که برداشتی وسط الگوریتم بودی و دیگه نمیتونی الگوریتم رو پیدا کنی و زمانت خیلی بد میشه برای اون حالت و ضد حالیه وقتی که داشتی خیلی خوب حل میکردی. وقتی هوا سرد میشه کاملا دستات سر میشه و وقتی که میخوای با روبیک کار کنی واقعا حالت بدیه و دستات کاملا بی‌حس شده و نمیتونی خیلی خوب با روبیک کار کنی. شما هم حتما توی کامنت ها بنویسید که کدوم حالت ها برای شما هم پیش اومده. این حالت توی روبیک های مثل 4x4، 6x6 اینا اتفاق میفته و وقتی هست که مرکز ها رو جا به جا درست کردی و واقعا زده حال توی حل وقتی که بخوای مرکز ها رو جا به جا کنی دوباره و اشتباه جایگذاری کردی. این حالت هم واقعا خیلی بده. برای منم این حالت پیش اومده که یکی از مهره ها جدا شد و کل خونه رو باید میگشتم تا اون یه مهره رو پیدا کنم. تنظیم کردن روبیک هم واقعا سخته، چون باید همه سطوح درست تنظیم کنی و اگر یکی از سطح ها رو اشتباه تنظیم کرده باشه یا پیچش شل یا صفر باشه خیلی خوب نمیشه با اون روبیک حل کرد، مخصوصا وقتی که میخوای باهاش تایم بزنی و تمرین کنی. تموم شدن لوب هم واقعا حس بدیه، مخصوصا وقتی که داری آخرین قطره لوب رو برای روون کردن روبیک میریزی و میدونی که دیگه لوبی نداری، واقعا حس بدی داره. اینم برای زمانیه که شما تازه تنظیم میکنید که تایمر اینسپکشن تایم هم براتون محاسبه کنه و حواستون نیست و شروع میکنید به حل و وقتی که روبیک رو حل کردید تازه متوجه میشید که تایمرتون تازه شروع به کار کرده. این حالت خیلی برای من پیش اومده که کراس رو اشتباه مراجعه جایگذاری کرده بودم که بیشتر مال زمانیه که تازه روبیک رو شروع کرده بودم، ولی واقعا بده. شما وقتی کراس رو اشتباه حل میکنید دوباره باید برگردید و کراس رو درست کنید، زمانتون خیلی میره بالا و اون حل خیلی خوب نمیشه. این حالت ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه که وقتی که داشتید یک دست حل میکردید عضله دستتون میگیره برای بعضی از حرکات و اگر این حالت ها برای شما هم پیش اومده توی کامنت ها بنویسید. والا کنده شدن استیکر که من این حالت رو تجربه نکردم، تا حالا برام پیش نیومده. این دلیلش هم اینه که من بیشتر روبیک های استیکرلس میگیرم و استیکر نداره، به همین دلیل این حالت برای من پیش نیومده. اگه برای شما پیش اومده حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. واقعا حل کردن روبیک توی شب یا جایی که خیلی نور خوبی نیست، رنگ های روبرو مثل قرمز و نارنجی، آبی و سبز، سفید و زرد تقریبا شبیه هم دیده میشن توی نور کم و وقتی که حل میکنید و میرید توی یه جایی که نور هست میبینید که کلا مهره ها را جابجا گذاشتید.
این حالت هم احتمالاً برای شما هم پیش اومده باشه، مخصوصا وقتی که دارید F2L حل میکنید و یکی از مهره ها رو گم میکنید و تا میایید اون مهره رو پیدا کنید یه مکس طولانی توی حلتون ایجاد میشه که خیلی بده. این دو تا حالت هم واقعا رو مخه، وقتی که یکی از لبه ها رو اشتباه جایگذاری کردید یا وقتی که یه مهره رو جفت کردید و جایگذاری کردید اما جای درستش نیست و دوباره مجبورید اون مهره رو از اونجا خارج کنید و دوباره جایگذاری کنید و یه زمانی صرف اون کنید، واقعا رو مخه. این دیگه حتما برایش همه پیش اومده که وقتی که روبیک را حل کردید به جای اینکه یو بزنید یا یو پریم بزنید توی حلتون که لایه آخر حل بشه و روبیک کامل بشه، اشتباه زدید و اون حل دی ان اف شده. این حالت هم برای من پیش نیومده که یکی از مهرهای روبیکم بشکنه. اگه برای شما اتفاق افتاده حتما توی کامنت ها بنویسید. این حالت هم خیلی پیش میاد و رو خیلی بده که PLL هایی که مثل H هستن که بالای M حل میکنیم اونا رو وقتی که دارید M میزنید یه M زیاد بزنید یا کمتر بزنید و اون فرمول به هم بریزه و مجبورید دوباره یا از OLL یا از PLL دوباره شروع کنید و روبیک رو ادامه بدید. حالا این هم وقتی که تایمر نداریم با هر چیزی که باشه تایم رو میگیریم، مثل حالا نشون داد که ساعت بود. شاید بگید که وقتی که تایمر نیست تمرین نکنید و زمان ثبت نکنید، ولی کسانی که واقعا علاقه دارن به روبیک که توی هر حالتی تمرین میکنن و زمانشون رو میگیرن تا بتونن زمان حل خودشون رو پایین تر بیارن. این حالت هم واقعا بده. توی اون لحظه ای که روبیک از دستتون در میره مثل این میمونه که یه ماهی رو میخواید بگیرین و از دستتون کامل لیز میخوره، هر کاری هم که بکنید و میفته. حالا اینکه روبیک پود شد توی این حالت، ولی من تا حالا شانس داشتم و زمانی که از دستم افتاده یه جایی بوده مثل فرش بوده و نرم بوده و روبیک هم نشکسته، ولی واقعا توی اون حالت نمیشه روبیک دیگه گرفت. این حالت هم توی چشم بسته خیلی بده، وقتی که کامل روبیک رو حل کردی یا یه مهره رو یادت میره حل کنی و کل اون حل خراب میشه به خاطر همون یه مهره و واقعا اون یه مهره خیلی رو مخه. و این حالتی هم که روبیک رو کامل حل کردی فقط حرکت آخر مونده و گیر میکنه روبیک خیلی بده، مخصوصا زمانی که خیلی سریع حل کردی روبیک رو و توی مرحله آخر روبیک گیر میکنه و نمیتونی رکورد خوبی رو ثبت کنی، خیلی بده. و اینم برای همه پیش اومده. که بعضی اوقات که میخواین خیلی سریع حل کنید یهو یه مهره در میره، اصلا کلا روبیک میپاشه از هم. خیلی ممنون که تا اینجا یه ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم فعال کنید و میتونید به عنوان ویدیوهای بعدی خودتون یکی از ویدیوهای روی صفحه رو انتخاب کنید. موفق باشید.